سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به کانال من. امروز با آموزش کوبیده مرغ در خدمتتون هستم. البته کوبیده مرغ که به صورت داخل تابه درست میشه. برای درست کردنش من از تقریبا 250 تا 300 گرم سینه مرغ استفاده کردم و 250 تا 300 گرم رون مرغ و اون رو خوب چرخ کردم. رون مرغ به خاطر اینکه سینه مرغ خیلی خشکه، رون مرغ چربی داره و ترکیب این دوتا با هم دیگه خیلی خوشتم میکنه کوبیدم اون رو و نمیذاره خوش بشه. و بهش الان دوتا قاشق غذاخوری زعفرون اضافه میکنم و اون رو با هم دیگه مخلوط میکنم تا قشنگ مرغمون رنگ بگیره. بعد از اینکه زعفرون رو به مخلوط سینه مرغ و رونمون اضافه کردم، نوبت اضافه کردن ادویه هاست که از زردچوبه، فلفل سیاه و پاپریکا هر کدوم نصف قاشق چای خوری و نمک بنا به ذائقتون. زیاد نمک اضافه نکنید، ممکنه شروع بشه. و یه دونه پیاز درشت که با رنده خیلی ریز رنده کردم رو بهش اضافه میکنم همراه با آب پیاز. آب پیاز رو جدا نکنین. و 50 گرم کره که به دمای محیط رسیده و تقریبا ذوب شده. کره هم باعث میشه که کوبیده مرغمون خیلی چربیش رو حفظ کنه و خشک نشه. بعد هم کمی آب لیموی تازه بهش اضافه میکنم و اینا رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنم. دوستان حتما این اگه خردکن دارین یا چرخ گوشت دارین، حتما خوب این مرغ رو چرخ کنید تا خوب یه دست بشه. بعد هم درشون میبندم، اجازه میدم توی یخچال حداقل یک ساعت تا دو ساعت بمونه تا مواد به خورد هم دیگه برن. بعد برای پختش از یه دونه مایتابه استفاده میکنم. فرق نمیکنه این مایتابه های گریلی باشه یا هر مایتابه که توی خونه داریم. کفش روی یه ذره روغن میریزم و چرب میکنم. کمی، چند قطره روغن کافیه، کاملا چرب میکنم و قبل از این که بذارم روی اجاق گاز برای پخت، این موادمون رو بهش اضافه میکنم و خوب صاف و یه دست میکنم داخل این تابه. به این صورت که میبینید کل این مرغ ها رو داخل مای تابه میریزم و اون رو صاف میکنم به این صورت یه دست تا برای پختش هم خیلی مرتب باشه و خوشگل. بعد برای جدا کردنش همین اول جدا کنید که بعدن دیگه نمیتونید جدا کنید، خیلی سخت میشه. از یه دونه قاشق استفاده میکنم، یه دونه کفگیر قاشق، هر چیزی که دم دستتون هست، داخل یه ذره آب میزنم و بعد اینها رو از هم جدا میکنم به برش هایی که دوست دارین. آب باعث میشه که راحت تر از هم دیگه جداشن و نچسبه. بعد میذارم داخل روی اجاق گاز با شعله خیلی بالا. حرارت رو اصلا کم نکنید، آب میندازه با آخرین دمای اجاقتون بپزید. ببینید به این صورت، میبینید شروع میکنه به پخت، کم کم آب میندازه ولی خوب خشک میشه. حتما دما رو اصلا پایین نیارین، کاملا با دمای بالا و دوباره کمی جداش کنین. خب بعد کمی زعفرون پودر شده میایم بهش اضافه میکنیم. وقتی که کمی اون سمتش پخت، میایم به روشون زعفرون خشک میپاشیم. زعفرون پودر شده منظورم رو گفتم، خوش میپاشیم و کره آب شده با کره آب شده قشنگ این زعفرون ها رو میمالیم تا به این صورت خیلی خوش رنگ بشه کباب همون. و برمیگردونیم اون سمتش هم بپزه و میبینید که کوبیده مرغ ما آماده است. خیلی خوشمزه است. از لحاظ مزه بخوام بگم تقریبا مزه جوجه کباب میده و خیلی خوش طعمه. مطمئنم که دوستش دارین. حتما درست کنین چون خیلی هم ساده است. مرسی که تا انتهای ویدیو دیدین. خدا نگهدار.